تصاویر هم نوع هم شکل زیاد میبینید، تصاویری که لکه رنگاشون شبیه هن، یا شما در دو منطقه متفاوت هم شکل هم میگیرید یا زمان تمرین میگیرید. اینا ایرادی نیست، باستاب برگشت میدان های هم شکل هم نوع هن که فیلتر آنالیز تعیین میکنه اینجا هدف اصلی هست یا نیست، یا اپراتور درست عمل کرده، مرکز هدف درست گرفته یا نه. ویدیو 55 ترشولد 45 بوده، صحنه اصلی کار روش G1 رو میریم که ببینیم روش اولیه عمومی G1 پاسخ میده. دو قلوه ویدیوهای قبل از تصویر گیری و بنابر ترشولد 45 در 280 یا 95، یا روش دوم G1 که با انتخاب تیک تیپ پول تپ میاد. پس روش G1 رو میریم، ویدیوهای 55 ترشولد 45 اوتوران رو میزنیم، R1 G1 رو انتخاب میکنیم، P100 CL و CM میکنیم، تیک تیپ ویدیوهای قبل از تصویر گیری رو انتخاب میکنیم 55، P100 تیک تیپ هات راک رو انتخاب میکنیم P100، بنابر ترشولد 45 280 یا 95 باید به ما پاسخ بده. در این روش در هیچ کدومش پاسخ نمیده در صحنه اصلی کار. خب میگیم امکان داره شرایط ویژه‌ای از نوع هدف وجود داشته باشه که در داخل پول تپ ها باشه، عمق زیاد باشه، بازتاب برگشت میدان ها ایراد داشته باشه و دلایل گوناگونی که ذکر شده بود. پس ما پول تپ رو انتخاب میکنیم، میریم در روش دوم G1، P100 رو میزنیم ببینیم چه عددی به ما میده. در اینجا ما یه 55 داریم، در اینجا هم یه 55 داریم که ادامه داره، تش میاد میشه 52. اولا که اینا روی خط مستقیم نیستن، خب این تصویر خودش ایراد اساسی در اینجا داره، ولی در 280 یا 95 باید دو قلو رو به ما بده که اینجا در 295 داده. تا اینجا مورد قبوله. خب در روش اولیه عمومی G1 چون ما پول تابو انتخاب نمی کردیم، دو قلوه ویدیو قبل از تصویر گیری می اومد، حق داشتیم هات راک حذف کنیم. ولی در روش دوم G1 چون پول تابو انتخاب میکنیم، دیگه حق نداریم هات راک حذف کنیم، چون دو قلوه مورد نظرمون با ترشولد 45 در 280 یا 95 که اینجا 295 با وجود پول تب آشکار شده. اینجا حق داریم ویدیوهای قبل از تصویرگیری رو حذف کنیم که ببینیم این سیگنال ضعیف است یا هدف اصلی در این روش، روش دوم G1. تیک تیپ ویدیو قبل از تصویرگیری رو حذف می‌کنیم، P100 رو می‌زنیم، این دو تا 55 سر جای خودشون باقی میمونه. 55 و 55 این پیوسته به یه 52 داره که این خودش مسئله داره، ولی امکان داره شما سه تا 55 داشته باشید، اینم میشه، ولی بعد روش ها همه پاسخ بده دیگه. 4 تا 55 داشته باشید ولی بعد همه روش ها پاسخ بده برای صحنه اصلی کار زمان تمرین. بیشتر مواقع وقتی که شما در روش دوم G1 هستین، الان تیک تپ ویدیو قبل از تصویرگیری برمیگردیم، P100 میزنیم، هات راک رو حق ندارین حذف کنین چون اینجا سیگنال های ضعیف دیگه ربطی به هات راک نداره، اگه حذف کنین اینا میپرن. خب این درست نیست، این روش سعیش برای صحنه اصلی کار نیست. برای صحنه اصلی کار ویدیو قبل از تصویرگیری رو وقتی پول تب رو انتخاب کردین حذف میکنید که ببینید این سیگنال ضعیف هست یا نیست. در روشی که پلاتین میخواد حذف بشه، پول تب رو انتخاب کردیم، ما پلاتین رو در روش دوم G1 هم بزنیم، اینا میمونن. ببینید این تفاوت با روش اولیه عمومی G1، اینا میمونن سر جاشون، بحثر موندن ایناست. با وجوده که پول تب رو انتخاب کردیم شد روش اولیه عمومی G1، روش دوم G1 که دو لکه رنگ اومد با انتخاب پول تب، ما الان پلاتینی که حذف میکنیم در اینجا دو قلوهای 55 میمونن در 295 برابر ترشولد 45. این مطلب بسیار مهمه که در روش اولیه عمومی G1 عمدتا شما نمیتونید پلاتین رو حذف بکنید، این قانونشه، چون پول تب نبوده، چون با پول تب دو قلوه ویدیو قبل تصویرگیری در روش اولیه عمومی G1 نیومده، ولی اینجا پول تب رو انتخاب کردیم که دو لکه رنگ اومده آشکار شده، پا پلاتین رو میتونیم حذف کنیم در بیشتر مواقع، که این خب پایه علمیشه. این بیشتر مواقع میگیم، بعضی مواقع استثناءاتی پیش میاد. در دیوی های پایین مثل دیوی 5، خب ما 55 نداریم، شاید هم داشته باشیم، باید نگاه کنیم، نداریم. در دیوی 10 داریم، شاید داشته باشیم، اینجا داریم. در دیوی 10 اینجا داریم.
خب این ایرادی برش نیست، چون در 295 ما دو قلوه 55 رو داریم. حالا میریم سراغ 210. ببینید ما باید دو قلوه رو داشته باشیم تو صحنه اصلی کار، این زمان تمرین نیست. دو قلوه رو در 295 داریم در صحنه اصلی کار. 210 یه 55 اینجا داره. خب ببینیم جای دیگه هم داریم. خب نداریم. ببینیم تو 220 هم 55 داریم، نداریم. در 230 هم داریم. این 200 های پایین ربطی هم به ترشورد اصلیمون نداره ها، اینو باید در نظر بگیرید. در 240 ما متضادهای دو قلو داریم، یعنی 24. ویدیای 24 کجا؟ همون جایی که در 295 دو تا 55 داریم. این ایرادی نیست، این قانونشه برای صحنه اصلی کار، این قابل قبوله. حالا 250 که هیچی، میره 30 و میره بالا و امکان داره اینجا متضادهایی بگیریم، حتی امکان داره 55 تک بگیریم. خب اشکال نداره، چون ما در خود 295 مون دو قلو رو گرفتیم، روش های داخلی هم تغییراتش رو دادیم، ویدیو های قبل تصویرگیری رو حذف کردیم، پلاتین رو حذف کردیم، اینا سر جاش مونده. حالا اگه بیایم سراغ دیوی پایینی مثل دیوی 10، بریم سراغ حذف تیک تیپ ویدیو قبل تصویرگیری. دیوی 10 ربطی به ترشولدمون نداره ها، اینا سیگنال های ضعیفن. تیک تیپ ویدیو قبل تصویرگیری از کنیم پیسای میره. ببینید این دقیقا برعکس شرایط موجود در روش اولیه عمومی بود که ما پلاتینو زدیم، در 205 نمیرفت، در 210 نمیرفت، مهم هم نبود. تیک تیپ ویدیو قبل از تصویرگیری هم میزدیم میرفت، اینجا هم میره، ولی در 295 باقی میمونه، فعلا اینجا باقی مونده، ولی در 210 رفت، گفت سیگنال ضعیفم. خب تیک تیپ ویدیو قبل از تصویرگیری رو برمیگردیم، پی اس رو میزنیم. خب ما حالت دو قلوه 55 رو داریم، میریم تو 210 پلاتین رو برداریم ببینیم میره یا میمونه، که عمدتاً چون اینجا پول تبا انتخاب کردیم پلاتین رو میزنیم، این بازم میمونه، ولی خب در 295 هم مونده، اشکالی هم برش نیست. در 210 مون پلاتینه که برمیداریم، پی اس رو میزنیم، هاتراک رو برمیداریم، دیوی در رفتی به ترشوی 45 اون نداره ها، پیستد این میره. خب این میاد بودنش در پلاتینو مورد بررسی قرار میده، میگه این اصلا سیگنال ضعیف است، خود دیوی 95 برابر ترشوی 45 نیست، چون میره از روی صحنه میره. گفتیم در روش جی دو، روش دوم جی یک، ما حق نداریم بیایم هاتراک رو حذف کنیم، ولی برای دیوی دهه این کار میکنیم، هاتراک رو میتونیم حذف کنیم که ببینیم میمونه یا نمیمونه. خب این رفت، این اگه میموند یه سر مسئله ساز بود در روش دوم جی یک. اینا مراحل داخلیشه که تا اینجا باید طی بشه و بدونید میتونه هدف اصلی به چه صورت در صحنه اصلی کار باشه، که بازم میگیم اینا در یک خط مستقیم عمودی افقی نیستن، اینم خودش مسئله داره برای چنین تصویری، ولی خواستیم روش های داخلی شرایطش ترکیبش رو بدونید. اگر اپراتور در صحنه اصلی کار خطا کنه کلا خطا میشه، و اگه درست عمل کنه درست جواب میگیره، حتی بود هدف رو میگه نبود، نبود و میگه بود. خیلی جاها تصاویر همه روش ها تو صحنه اصلی کار پاسخ نمیده، اپراتور دست میزنه، خب اون دیگه اختیاری خودش دست میزنه، دست خودش کارش هم نمیشه کرد، ولی عمدتا بعد همه روش ها یکسان پاسخ بده. در زمان تمرین فقط یکی دو روش پاسخ میده، و خیلی از این روش هایی که میبینید پاسخ به شما نخواهد داد، همشون یکی دو روششون پاسخ میده، که خب اینو باید در نظر داشته باشید برای صحنه اصلی کار نسبتش به زمان تمرین، سیگنال قوی یا ضعیفش. همه این آموزش ها به شما داده میشه که شما تصاویر گوناگون در شکل‌های مختلف در روش‌های ویژه رو ببینید، تا روش کارهای متفاوت با تصاویری که هم شکلن هم نوعن نزدیک به همه شما با اون برخورد میکنید آشنا بشید، که بتونید بهترین کیفیت رو پیاده بکنید. اینا میتونه شما رو راهنمایی کنه برای صحنه اصلی کار در جهت موفقیت.